خطرناک برنامه سلام افغانستان سپری شد. با رضای مارگیر بودیم و این بخش خلاص شد. اگر شما دوستان نتونستین که برنامه رو به صورت مکمل تماشا کنین، از طریق چینل یوتیوب میتونین که بیننده باشین. در این بخش از برنامه افتخار افغانستان را همراه خود داریم، شخصیت بزرگواری که مطمئن هستم با کارهایشان، با چهرهشان و با دنیای سینما اگر شما بیشتر حال آشنایی دارین و مطمئنن که میتونیم بگیم حاصل زحمات کسانی هستن که در دنیای سینما کار کردن و یکی از این شخصیت های بزرگ انجینر صاحب لطیف هستن که اگر فیلم ساختن بهترین فیلم ها را کوشش کردن که تقدیم کنن و حقایق خیلی مهم و اساسی جامعه را به تصویر بکشن و در طرز کارشان و در کارشان بی‌نظیر هستن و مثل مانند ندارن و مطمئنن هستم که همگی شما از شخصیتشان، از کرکترشان و از کارکردهایشان در کل آگاهی دارین. اما امروز میخوایم در رابطه با زندگی شخصیشان، در رابطه با موضوعات مختلف و ابعاد مختلف از زندگیشان صحبت کنیم در برنامه. از آقای انجینر صاحب لطیف دعوت میکنیم که بیاین به ریست و همراه ما باشن. بفرمایید. و امروز انجینر صاحب لطیف دست پر به برنامه آمدن. باید دیره هم یادآوری کنیم که بسیار کم، یعنی از 100% فکر کنیم 0.5% از دستاوردهای خود امروز همراه ما در برنامه آوردن و شریک ساختن. در رابطه با این تندیس ها و در رابطه با مدلاه هایی که هست صحبت میکنیم، اما پیش از همه گپ ها و همه موضوعات که بیایم صحبت های خود را آغاز کنیم، به یک صبح بخیری با آقای لطیف می داشته باشیم. سلام و صبح زیبایتان بخیر. سلام به شما، سلام به همکارای عزیزتان که عقب کمره هستن، میز مونتاژ و میز دایرکشن هستن و برای همه دستندرکارانی که این برنامه را می سازن هم ایده برشان تبریک میگم، هم سلامتیشان را از خداوند می خواهم. سلامت باشین، خیلی خوشحال هستیم، افتخار بخشیدین بر ما با اینکه به برنامه سلام افغانستان آمدین. مطمئن هستم که همگی از کارکردهایتان، از کرکترتان، از فیلمهایتان آگاهی دارن. مگم یک سفر خیلی کوتاه می داشته باشیم، چقدر وقت هست در دنیای سینما هستین و بزرگترین و بهترین دستاوردهایتان بر دنیای سینمای افغانستان چی بوده؟ من وقتی که وارد عرصه سینما شدم در افغانستان تقریبا بیشتر از 40 سال میگذره. بله، بیشتر از 40 سال، یعنی میشادم گفت که یکی از ما در لابلای بنیانگذاران سینما یکی هم بله. من هستم که دستاوردهای دارم در آرشیف افغان فیلم. بله، و ما یادآوری هم کردم که تندیس ها و مدال های خیلی زیادی را آوردین که کوتاه میشه صحبت کنین در رابطه با همو تندیسی که در اول هست و یک نمای خیلی مقبول هم داره و در رابطه با او بر دوستا معلومات بده. این تندیس حقوق بشر افغانستان است که البته بر ما هم بسیار زیاد ارزش داره، چون کارهایی که کرده بودم روی مسائل اجتماعی و ناتوانی ها و زجر ها و شکنجه هایی که توده های عظیم افغانستان دیدن و ما فیلم ساختیم، این تندیس اونا لازم دیدن و یک روز در پوهنتون کابل این تندیس اهدا کردن که من بازم ازشان سپاس میکنم. اگر فیلم سنگسار شما دیده باشین، از طریق تلویزیون ها این فیلم سنگسار این هدف تندیس فقط با افتخار امو فلم است. بله، من میخوایم در آغاز در رابطه با این تندیس ها صحبت کنیم و بعد این که از کجا شما شروع کردین تا تانستین اینقدر موفق باشین در دنیای سینمای افغانستان و دستاوردهای خیلی بزرگ را برای دنیای سینما داشته باشین با صحبت ها را میداشته باشیم. یک تندیس دیگر تان هم اینجا هست که در رابطه با همین تندیس که روبرویتان هست انجینر صاحب معلومات بتین بر دوستا که این مربوط به کدام کارتان هست؟ یک جشنواره بین المللی بود در تهران. بله. و در اونجا از تمام کشورهای جهان آمده بودن. بله. و یایی که اثر خواسته بودن. باز ما هم وقت رئیس افغان فیلم بودم، یک فیلم ساختم در رابطه به همی نیزه زنی. او جشنواره ورزشی بود.
یک فیلم ساختم در رابطه با نیزه‌زنی، امی افتخاری که امروز کتواز داره و خوشبختانه او شو در تلویزیون دیدم که اثر دوباره بازی آغاز شده و زمینه سازی میکنن برای اینکه برای به فستیوال های جهانی یا بدل شو و جشنواره های جهانی. تقریبا در حدود 10 سال پیش بود که من فیلم نیزه را روان کردم. بازی فیلم نیزه خوشبختانه جایگاه دوم در جشنواره بین المللی گرفت که هم ردیف از او 2 حلقه طلا بود، طلاهای پهلوی در کنار ازی، و این تندیسش بود که در اونجا برای ما اهدا کردن. بله، انجینر صاحب، مطمئنن کسانی که در دنیای سینما میاین و موفق میشن دلیل بر این بوده که به صورت مسلکی آغاز کردن، یعنی خود آگاه آمدن در دنیای سینما. شما در رابطه با این بگوین که مکتب را در کجا خواندین، پانتون را در کجا خواندین و چقدر در دنیای سینما تحصیل کردین؟ اصلا من یک انجینیر هستم، از اون خاطر هم است که نام من گره خورده با انجینیر لطیف. من اصلا انجینیر نفت و گاز هستم. وقتی که پانتون پلی‌تکنیک خلاص کردم، از بس که من علاقه داشتم، اموج هم کتابا رو برای کتابای روسی رو برای استادای میبردم، میگفتم میره برای من ترجمه کنین. باز لطف میکردن و این کار رو میکردن. ببینین یک چیز براتون میگم که تا وقتی یک عشق عمیق در درون یک انسان جلوه نداشته باشه و عاشق کار خود نباشه، یعنی از نظر عشق بسیار نزدیکی با مو معشوقی خود یا با مو چیزی را که دلخواهش است نداشته باشه، فکر نمی کنم که بسیار زود ای سمر بته. به خاطر این گپا می زنم که وقتی آدم عاشق کار خود شد کنجکاو میشه. بله، من برای زندگی سینمایی خود از 40 سال 45 سال حتی 50 سال پیش، حتی پیشتر از او، ما علاقمندی از این داشتم که ما باید سینما را یاد بگیرم. سینما چی است؟ چرا در این پرده سینما حرکت وجود داره؟ چرا از طریق نوارهای سینمایی روشنی میتن و روشنی به پرده مفته و آدم ها حرکت میکنن، بازی میکنن و زندگی میکنن؟ حتی این من را واداشت که وارد عمق سینما شام و ما وارد عمق سینما شدم، یعنی از تحت صفر من آغاز کردم. وقتی که آدم از تحت صفر آغاز کنه و به بلندی ها برسه، بعضی چیزا ارزش خاص خود برش پیدا میکنه. بدون شک ارزش پیدا میکنه که خو اگر این کار اینو شده، ما اینو خواندیم در کدام کتاب و ما اینو تجربه کردیم. بله، و ما اینو کل سینمایی را که ما امروز مرهون نشستم، ما اینو تجربه کردیم در خاطرکی خود. بله، حتی فیلمی رو میگرفتم که شبها صبح میشد در مابین تشناب او را امو موادی را که ترکیب میکردیم باز رو میششتیم، باز یک فریمی که ظاهر میشد که این کار شما نتیجه داد، با دیگه خدا میدانست از او حالت و از او از او انگیزه که برای من دست میداد. و سینما رو نمی رقم آغاز کردم. آل من 3 سال در پوانتون کابل تدریس کردم و در او تدریس خود برای بچه ها از سینما گفتم. آل خود کار دیجیتال است، اونه کلش دیجیتال میگیره، پس بر شما مندازه از طریق کمی نمیزید، ولی کار بسیار دشوار و مشکلی که شما امروز مرهونش باید باشه، دیجیتال سازی و میکارهای دیجیتالی، او سینما بده. یعنی اساس کار سینما بده که از سینما یاد گرفتن. بله، انجینر صاحب، همگی فکر میکنن که مثلا یک شخص هنگام موفق میباشه که حمایت فامیل خود را داشته باشه و بعد از حمایت فامیل خود، هنگامی که عروسی میکنن، یک زن موفق در پشتشان باشه تا بتونن که موفق باشن. شما با کدام نظر موافق هستین و شما را که زیادتر حمایت کرد در دنیای سینما؟ خب نظرات هر کس فرق میکنه. شاید ما در کار تکنیکی دست دادیم که فامیل ما دو توانمندی و نظر و دیگه ایش نداشتن، مخالفت داشتن؟ مخالفت، مثلا نام های عجیب و غریب میموندن، مثلا میگفتن که یک عکاس است. از این خاطر مادرم سر من فشار آورد که برو پول تکنیک بخوان، یک نام انجینیری رو سرت بگی، باز هر کاری که کدی بکو. و ما مو کار کردم. بله، و نام عکاس، گرچه که عکاسی یک فن بسیار اساس است. بله، برای فیلم سازی
و مکانس های جهان امروز با جوایز بسیار موفق روبرو شدن، ولی خب در برابر سینما یک ذره نام خورتر داره. ولی من عکاسی را باز رها کردم که چون آغاز کار بود، آمدم رو آوردم به خود مستقیما به فیلم سازی. بله. و فامیل من مخالف نبودن، یعنی خانم و اولادای موافق مخالف نبودن، اما اونا بیچارا همکاری کرده نمیتونستن، چون یک کار مسلکی بسیار دقیق و اساس بود. بله. از اولادتان انجینر صاحب کسی هست در دنیای سینما که رای شما را دامه بتایید؟ والا یک بچه ایم رفت به هندوستان و او امی کمپیوترایز چی را خواند، تصویر خواند. بله. و بعد از 3 سال باز دیپلم خود گرفت آمد، ولی در افغانستان کار نکرد. زمینه های کاری که در فکر از او بود، او برش مهیا نبود دیگه. بله. چون در یک جهان دیگه تحصیل کرده بود و خوانده بود و چیز، بالاخره او کار علاقت کارهای دیگه شروع کرد. بله. انجینر صاحب، شما زمانی ریاست افغان فیلم را بر دست داشتین و در کل این هم یک خدمت خیلی بزرگی هست بر دنیای سینما و تحولات خیلی زیادی را در او وقت ما شاهد بودیم، کارکردهای شما را شاهد بودیم. حالا هم یک بانو ریاست افغان فیلم را بر دست داره. شما چقدر خوشبین به این هستین که کارها بهتر شده بره و دنیای سینما رشد بیشتری را داشته باشه و تفاوت کرده ریاست افغان فیلم تا حال؟ والا آدم باید متعقین به این باشه که عشق آدم با مو بالندگی خود برسه و با مو معراج خود برسه. با. یا من یا سارا جان کریمی یا عزیز نفس و دل ما برمک صاحب که امروز در میان ما نیست، به فرانسه تشریف دارن، اینا کسایی بودن که سینما را عشق خود میدانستن، سینما را مسلک خود میدانستن. و در او وقت که ما کار میکردیم، زمینه برای ما بسیار مساعد بود، بسیار زیاد. یعنی برتون میگم دروغ هم نیست. بله. یعنی تمام بزرگای امی دهه 60، دکتر صاحب نجیب، آقای حیدر مسعود، آقای سربلند، کشمند صاحب بزرگ و وزیر دفاع، امینا می آمدن یک دفعه شوتینگ را سعی می کردن از نزدیک. بله. و هر اون چی در توان داشتن، من از وزارت دفاع وقت امیالی هم سپاس گذار هستم که در تمام عرصه های سینمایی ما را کمک کرده، نان دادن، او دادن، قاغوش دادن، امکانات دادن، تجهیزات دادن، گفت اختیارت است. بله. و ما رفتیم و فیلم های ماندگار را ساختیم که خدا کنه با تلویزیون شما هم یک دسترسی پیدا کنه. اون فیلم یک فیلم از بنام گماشته که سر قاچاق هیروین روسا در اینجا فیلم ساخته شده و به دسترس شما برسه و شما برم به خیر نمایش بدین. 30 سال بعد اون فیلم امروز برآمد. بله. 30 سال به اصطلاح یا محاصره بگویم یا ناتوانی های خود ما بگویم یا شرایط بگویم، شرایط سیاسی او را اجازه نداد که بیرون برایه، ولی خوشبختانه بیرون برآمد. بله. انجینر صاحب، یک چیز تازه‌ای که مثلا در دنیای سینمای حال میتونیم ببینیم نسبت به گذشته ای بود که در فیلم های گذشته افغانی بیشتر فوکس میکردن به اینکه موضوع فیلم مشخص باشه و از استایل هایی که مثلا تقلید میشه از کشورهای دیگر زیادتر نبود، فرهنگ خود افغانی ها بود و آهنگایی که مربوط به خود افغانستان میشد بود و یک آهنگ یا الا 2 آهنگ در یک فیلمی بود. اما فیلم های حالی که مثلا هستن کارگردانای ما که خیلی خوب کار میکنن، اما بعضی از کارگردانایی که تازه شروع کردن که بعد از 2 دقیقه 3 دقیقه میبینیم که آهنگ هست و استایل های قدیمی هست و هنرپیشه هایی هستن که مثلا به صورت مسلکی در دنیای سینما را آمدن و همی هست که به نحوی یک ضربه هم زدن به دنیای سینما. تفاوت را شما در چی میبینین و به نظر شما او کارکردها خیلی مهم بود از بر دنیای سینمای افغانستان و یا هم فیلم های تازه که حالا به بازار عرضه میشن؟ والا او سینما جایگاه خود داره، یعنی سینمای دهه 60 افغانستان با کلی جایگاه خود دارن. بسیار سینما مسلکی شروع شد، بسیار مثل کشورهای غرب شروع شد.
امو کارهای رکونا میکردن، برای یک وقت امریکایی ها بدن درس میدادن میامدن، استادا بدن از بیرون از داخل بحب. از هند بسیار من مرهون نشستم که استادای بسیار با تجربه میامدن درس میدادن و یک علاقمندی بود و یک مسئولیت بله. لاغر مسئولیت بسیار گپ مهم بود. یک آدم چار کرد از یک برد مسلکی سینما روان میشد میگو بر بدر سناریوی تاثر نشکو، باز میامد نشان میگد، باز میامد، باز میگو که بر بدر سناریوی تاثر نشکو، باز بیا، باز تغییرات میآورد و دیگه و دیگه تا این وقتی که به مو خط سیر روان میشد، باز میگفتنش اوکی اینی پیسه، اینی تو، اینی امکانات، اینی کل چیز، بر فیلم تا بساز و این میره برخان واقعا فیلم مقبول و خوب میساخت با محتوا میساخت. او جایی که شما اشاره کردین که مسائل اجتماعی و مسائل بسیار عمیق جامعه و حتی هویت افغانی در فیلم ها مطرح بود، سنگ مانده سینما را ما به امو اساس گذاشتیم بله. گفتیم که در سینمای افغانستان تقلید نمی کنیم، تعهد سپردیم که سینمای افغانستان یک سینمای سچه افغانی ارائه می دیم، گفتیم که سینمای افغانی را از مرزها بیرون می کشیم که امو ترام شد بله. بیرون کشیده شد، ولی خب متاسفانه شرایط ناهنجار کشور طوری شد که او حکومت سقوط کرد، او امکانات و او مساعدت ها از دست ما رفت، هنرمندان متواری شدن، برآمدن، بیرون رفتن و یک مدت سینما در حال سکوت و رکود ماند بله. بعد از او که آمدن در دوران مجاهدین مثلا در تمام افغان فیلم افغانستان یک دانه فیلم ساخته شد به نام اوج بله. که فیلم سیاسی بود، سر روسا بود دیگه. باز وقتی که طالب آمد دروازه های سینما بسته شد، دروازه های فرهنگ بسته شد، همه چیز از اینا کلیاج در جیب طالبا رفت و اجازه دیگه ندادن، هنرمندان متواری شدن رفتن بله. یعنی تغییر نیاز هست آه. و انجینر صاحب مطمئنن که فیلم و موسیقی یک رابطه نزدیکی را با هم داره، اگر شما موافق باشین و اگر علاقمندی به موسیقی داشته باشین، میخواین دیل از از برنامه براتون یک پکیج موسیقی را نشر کنیم سیست. که هنرمندا رو شما شناسایی کنین که آهنگ از کی است. درست است؟ بسیار خوب. هزار دفعه سینما و موسیقی لازم و ملزوم یک دیگر است، یک رابطه بسیار تنگاتنگ دارن. یعنی سینما بی موسیقی نمیشه دیگه، موسیقی میگن که فیلم جان میده بله بدون شک. همکارا اگر آماده هستین با سر پلی بسازین تا انجینر سای بر ما بگوین که هنرمندایی که در اینجا هستن کی هست. باید زیاد فکر کنم به خاطری که همه گیشان در گوشم آشنا هستن، ولی حال نمیتونم که تصویر بسازم که یه آهنگ کی خونده، ولی بسیار حس میکنم آهنگ بله. آهنگ اول آهنگی هست که مثلا هنرمندای زیاد ما اجرا کردن، مگم این هنرمند ما هنرمندی هست که میتونیم بگویم مثلا شاید در حدود 15 یا 20 سال باشه که در دنیای موسیقی باشن، تواب جان آرش بودن. خو تواب آرش این تواب آرش که باز از من چقدر آشنای صمیمی و زور ماست بله. و آهنگ دوم در بین هنرمندای پشتو زبان ما جایگاه خود را دارن و خیلی کمک کردن در دنیا در موسیقی پشتو، آقای گلزمان بودن. گلزمانی که یک عمر کتیج ده چوکی ها بر قضاوت ششتیم بله. اما آهنگ مشهورشان هم هست که زیاد آهنگایشان مشهور است، یکی از آهنگای مشهورشان بود و آهنگ آخرم از فواد جان رامز بود. فواد رامز بله. خب یک بار دیگه براتون انجینر سپلی میکنیم موسیقی، یک کم سرعتش زیادتر شده، میتونین از روی شعر آهنگ بفهمین که مربوط به کدام هنرمند میشه. خب درست است؟ فهمیدم. پلی بسازین همکارا. دل من عاشقی
دل من شکوه نکن. آهنگی بسیار مقبول است. که اون هنرمند ما بود انجینر صاحب؟ آره. نامشان داود است. جان؟ نامشان داود است. یک نقل بزرگ. داود؟ بله. این مرد بود یا زن؟ این مرد بود. خب. نامشان داود بود، تخلصشان سرخوش. داود سرخوش ها. سیدن زندگی میکنه. بله. آهنگایشون هم مطمئنن که میشنیدین دیگه. بسیار زیاد. یک آهنگش برای فیلم گرفتیم. بله. هم آهنگ سفورا را. بله. واقعا آهنگشون هم بسیار مشهور است. انجینر صاحب خیلی دوست داشتیم که صحبت‌های بیشتر همراه شما داشته باشیم، اما یک کمک ناوقت تشریف آوردین و وقت کمتر. من وقت تشریف آوردم. بسیار ببخشید. من یک آدم آن تایم هستم و بجرد که موتر رستید در موتر سوار شدم و راستن آمدم. بله، بعضی وقتا ازدهام می باشه، یعنی در تایمی که باید می اومدین در دفتر نرسین. مشکل ازدهام ترافیکی هست. بسیاری از وقتا بوده که همیشه قسم شده مهمان های ما، اما باز هم انشالله که در برنامه های ایدی شما را داشته باشیم با خود و صحبت های بیشتر و خودمانی تر همراهتان داشته باشیم. سلامت باشید. یک جهان سپاس از اینکه در برنامه تشریف آوردین. پیامتان بر دوستای ما. تشکر. بسیار تشکر. سلامت باشید. تشکر. پیام گفتین؟ بله، پیامتان بر دوستای ما. اید است یا نه؟ نه، اید نیست، نزدیک هستیم دیگه. نزدیک هستیم. هستیم. باز بر برنامه های ایدی حتما دیگه شما رو میداشته باشیم. خواه. پیامی که من دارم برای دوستا که ما را به هیچ جای او رسانده نمیتونه، او امون کینه و کدورت و بغض و دشمنی های بسیار سطحی است که در میان مردم امروز مخصوصا جوان ها زیاد شده. ما میخواهیم که با بزرگواری و با بزرگی خودشان همین مسائل فراموش بکنن و زندگی را از یک سطح دیگه آغاز بکنن، از یک سطح دوستی، صمیمیت، نوآوری، چیزی که برشان لذت میبخشه و همه رفت آمد ها، دید و وادید ها، همه گیش بیروی و بیریا باشه برشان. این ارزوی ماست. بله، سلامت باشین. پیام خیلی عالی برای همه بیننده ما. و حالا هم میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم. در ادامه برنامه سلام افغانستان باز هم ما رو فراموش نکنید.